شکستگی بخشهایی از سیل بند آقلا و ورود مجدد سیل به بخشی از شهر. بازداشت فعالان اتحادیه کارگری در آستانه روز کارگر. زخمی شدن یک کولبر در اثر شلیک پاسداران در مناطق مرزی سردشت. با سلام، در خدمت شما هستیم با در یک نگاه این ساعت. در پی شکستگی بخشهایی از سیلبندهای اطراف آقلا، آب مجدداً وارد بخشهایی از این شهر شد. با بروز این اتفاق، برخی از مدارس شهر نیز تعطیل شدند. معاون استانداری رژیم در استان گلستان گفت شب گذشته بخشی از معابر شهر و تعدادی از روستاهای آقلا مجدداً دچار آب گرفتگی شدند. فرماندار رژیم در شهرستان آقلا نیز گفت با پیشروی مجدد آب به شهر آقلا، حدود 30% از معابر این شهر دچار آب گرفتگی شد. رژیم آخوندی در وحشت از جو انفجاری جامعه، اقدامات سرکوبگرانه را به بهانه آخوندساختی بدحجابی و امنیت اخلاقی شدت بخشیده است. پاسدار حسین اشتری، سرکرده نیروی انتظامی، وقیحانه مدعی شد طرح‌های سرکوبگرانه به بهانه امنیت اخلاقی بنا به درخواست مردم انجام می‌شوند. رژیم ضد کارگری آخوندی روز گذشته و در آستانه روز جهانی کارگر 12 تن از اعضای اتحادیه‌های کارگری را بازداشت کرد. گزارش‌های منتشر شده حاکی است این افراد برای برنامه‌ریزی برای روز جهانی کارگر در پارک جهان نما در اتوبان تهران کرج جمع شده بودند که مورد تهاجم مأموران قرار گرفتند. روز شنبه روستای فخرآوری از توابع شهر گناوه در استان بوشهر مورد هجوم گسترده ملخ‌ها قرار گرفت و خسارات زیادی به کشاورزان وارد شد. پاسداران جنایتپیشه در منطقه سردشت به روی دسته‌ای از هموطنان کولبر آتش گشودند. در نتیجه این اقدام جنایتکارانه، یک کولبر به نام حامد بیران اهل روستای بیوران شهرستان سردشت مجروح شد. مارکو روبیو، سناتور ارشد سنای آمریکا، خواستار حمایت از خانواده قربانیان انفجار منتسب به حزب الله و رژیم ایران در لبنان شد و اعلام کرد به 6 سناتوری پیوسته است که در نامه‌ای به وزیر دادگستری و معاون دادستان آمریکا خواستار حمایت کامل آنها از پرونده شکایت از رژیم ایران در مورد انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در سال 1983 در بیروت شدند. صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرد در سال 2019 رشد اقتصادی در ایران برابر با -6% خواهد بود. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت ایران از 17000 دلار به 16000 دلار کاهش خواهد یافت. روز جمعه مادری در شهر تبریز از شدت فقر در حاکمیت پلید آخوندی فرزندش را بر سر راه قرار داده و نامه‌ای به جا گذاشت که بر روی آن نوشته شده بود با سلام، خواهشمندم هر کس این بچه را پیدا کرد به اداره بهزیستی تبریز تحویل دهد. من توانایی مالی ندارم و شوهرم هم فوت نموده است. بچه‌ام را اول به خدا، سپس به شما می سپارم. این بچه 3 ماهه است، اسمش زهراست و شناسنامه برای او نتوانستم بگیرم و خودم آواره خیابان‌ها هستم و هیچ کس ندارم. این بود در یک نگاه این ساعت. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.